در مورد بیشتر گفتگو میکنیم با آقای یاسین حبیب، رئیس حزب بیداری ملی فلاح افغانستان. آقای حبیب سلام، بر شما خوش آمدید. تشکر. ممنون. اگر بحث از اینجا آغاز بکنیم، یک بار دیگر واشنگتن پاکستان را پناهگاه امن هراس افغانان شناخت، اما تا اکنون اقدامات امریکا در برابر پاکستان چقدر قابل قناعت بوده و چقدر هم تاثیرگذار در بخش مبارزه با هراس افغانی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صبح بخیر عرض می کنم به شما و به همکاران محترم شما، همچنان به بیننده‌های نهایت عزیز تلویزیون شما، چه در داخل و چه در خارج. ببینین خواهر محمدی، یک چیز واضح هست، ای از مدت 20 سال تا به امروز حضور مراکز نظامی و فرهنگی و سیاسی و مالی و استخباراتی گروه های هراس افغان و همچنان جنگجو، بخصوص من جمله تحریک اسلامی طالبان افغانی، که از مدت ها تا به امروز در برابر دولت و مردم افغانستان می جنگن، خون مردم افغانستان می ریزانن، کشور ما را ویران می کنن و هزارا عملات دیگی خود انجام می تن. مراکزشان، قسمت بیشترشان مراکز از اینها در پاکستان و یک بخش محدودشان هم در ایران هست. همه دنیا می فهمه، این خود چیزی نیست که خود پنهان باشن یا اگر در اینجا سران نظامی یا ملکی یا استخباراتی پاکستان به شرمانه ای را تردید بکنن یا همچنان ایرانی ها، این ناممکن است. این خب تا زمانی که یک گروه شورشی بخصوص مسلح که پشتوانه جبهه‌ای نداشته باشه، یعنی در پشت جبهه خود یک مراکز نظامی و امنیتی و سیاسی و فرهنگی حتی رهایشی نداشته باشن، ناممکن است که نمو برنامه های نظامی خود یا برنامه هایی که روی دست دارن به خاطر از او اونا به اسلامی رزمن او را تعقیب بکنن یا او بر از اونا در آزمدت باشن. به این اساس امروز در مراکز قبایلی آن سوی خط دیورن که مربوط به پاکستان هست و همچنان در بعضی از مناطق مرزی بین افغانستان و ایران که مربوط به ایرانی ها هست، مراکز نظامی علاقات مسلح طالبانی وجود دارند، منظم هستند، فعال هستند، اکتیف هستند و از اون نقطه های اینا عملات خود در داخل خاک ما انجام میدن. بله آقای حبیب، اگر این شناخته شدن پاکستان یک بار دیگر به عنوان پناهگاه هم هراس افغانان حرف تازه یه نیست، پس چرا اقدامات جدی تا هنوز در این راستا صورت نگرفته؟ همچنان نشان میده گزارش که وزارت خارجه امریکا گفته است که حملات در برابر این گروه هم افزایش پیدا کرده. خواهر محمدی، بیایم یک مسئله دیگر یادآوری بکنیم. خوب شد که بسیار کار نیک شد، بسیار اقدام معقول و مفید امیدوار کننده صورت گرفت که شورای عالی مصالحه ملی به وجود آمد. شورای عالی مصالحه ملی منیس یک نهاد معتبر با صلاحیت اکتیو و فعال به وجود آمد که یکی از استقامت‌های کاری اینمی شورای عالی مصالحه ملی که به رهبری جناب محترم دکتر عبدالله عبدالله قرار دارد، ایجاد اجماع بر علاوه ملی منطقوی و جهانی است. یعنی اینمی شورای عالی مصالحه ملی باید، ما امیدوارم که از جناب دکتر حکومت افغانستان لاقل مسئولیتش در این راستا چیست؟ صحبت از پناهگاه امن هراس افغانان است، جایی که افغانستان تهدید میکنه و این گزارش ایالات متحده هم ایره نشان میده که گروه طالبان و لشکر طیبه که در افغانستان فعالیت دارن بیشتر از اینجا تمویل میشن و لانه‌هایشون در اونجا وجود داره. ببینید خواهر محمدی، خود درست از طول 20 سال یا کمتر یا چیز در این طول 20 سال حکومت های ما نتانست به شکل بسیار معقول درست و واضح و اویدا جهان، بخصوص کشورهای دوست دنیا مثلا امریکا و متحدین اتحادیه اروپا را متقاعد بسازند که به شکل خیلی آشکارا و اویدا و واضح و تثبیت شده مراکز نظامی اینمی گروه ها در آن سوی مرزهای افغانستان بین افغانستان و پاکستان و افغانستان ایران هست. یعنی می راستی هم که زعمای ما حکومت های ما در طول 20 سال ناکام بودن، گرچه اینا تلاش های کردن ولی به اون شکلی که ثابت بود، به اون شکلی که این باید ایجاب میکرد ضرور بود، اینا نتانستن که این مسئله را اینا واضح بسازن، اسناد درست
واضح اینا ارائه بتن که خو واضح است. ای خو امروز فامیل های اینمی، رهبران اینمی تحریک اسلامی، طالبا و بعض گروه ها، مثلا لشکر طیبه که یک گروه پاکستانی است توسط پاکستانی ها و وجود آمده، توسط آیسا تمویل میشه، سوق اداره میشه، تمام مصارف و مخارج از زور آیسا میپردازن. امروز در مناطق نزدیک به مرز پاکستان داخل خاک افغانستان اینا دست به عملات تروریستی و دشدفگنی میزنن و ایراسفگنی میزنن. اینمی آقای عبیب، زمانی که در این گزارش هم تاکید بر مبارزه در مقابل هراس‌افگنی در پاکستان میشه است و از پاکستان در این راستا خواسته میشه، اما سفیر پاکستان در کابل میگه که این گزارشات جنبه سیاسی دارن و یکی از کشورهایی که بیشتر قربانی را ناشی از هراس‌افگنی پرداخته آن هم پاکستان بوده. ببینین، خواهر محمدی باید به خاطر که یک مامور حکومت پاکستان است، یک دیپلمات حکومت پاکستان در افغانستان است، باید همچو چرندیاتی را بگوین. این آفتاب و دو انگشتی میخواید که پنهان کنه. واقعا بیشرمانه. در طول همه وقت چی بایست دیپلومات هایشان، چی بعضی از زعما هایشان که آمدن حرفایی را گفتن، گویا مداخلات شده در امور داخلی افغانستان انکار ورزیدن، گویا موجودیت مراکز نظامی و استخباراتی و سیاسی و حتی مالی و فرهنگی اینمی گروه های راسفگان در رستشان تحریک اسلامی طالبان افغانی را در پاکستان اینا تردید کردن، ایرانی ها هم تردید کردن. این خوب واضح است که باید بکنن. اونا خو نمیشه بگوین که والا نه، راستی هم وجود داره، این گزارش ها درست است، این است، آن است، چنین است، چنان است. ولی چیزی که امروز ثابت است، امروز خود امریکا که همیشه به اصطلاح مسئولین دولتی ما، احزاب سیاسی ما و امثال ما، تحلیلگران سیاسی کشور ما متهم ساختن پاکستان را که به شکل واضح همچنان ایرانی ها را به شکل واضح ایراسفگن ها را در داخل خاک خود جای دادن، تمویل میکنن، سوق اداره میکنن استخباراتشان، نظامیانشان. این خو واضح است، ولی اونا که حالا این جنبه سیاسی خواندن، خود امایت پاکستان، جا دادن مراکز امنیتی و نظامی و سیاسی و فرهنگی و مالی که برای گروه ایراسفگن مربوط افغانستان اونا جا دادن، یا جنبه سیاسی داره. چرا امروز پاکستان با ما مشکل داره؟ امروز پاکستان با افغانستان مشکل داره. اظهارات سفیر پاکستان در کابل چی پیام را میتونه داشته باشه؟ یعنی را میتونه برسانه که قرار نیست کار جدی در مبارزه با هراس‌افگنی و از بردن لانه های امن هراس‌افگنان در پاکستان صورت بگیره؟ خواهر با حمدی، مثل که من پیشتر گفتم، ناگزیر هستم چی اگر فیره بزنه. اگر چی اگر فیره نزنه، بازی برطرف میشه، ایران میخواین و به عوضش دیگر یک دیپلمات دیگر روان میکنن. ولی ای که نامیگن که یک جنبه سیاسی داره، بله، خودشان این را ثابت میکنن که خودشان به خاطر اهداف سیاسی در قبال وطن ما که دارن، در قبال مردم ما که اهداف سیاسی دارن، همین کار انجام میتن. خودش واضح میگه، بله، میگه ما یه جنبه سیاسی دارم، ما روی اهداف سیاسی خود، اهداف دراز مدت سیاسی خود در قبال افغانستان ما همین کار را انجام میدیم. خوب واضح است، خودش میگه. یک اعتراف از خواهر محمدی، یک اعتراف واقعا جانانه و واضح و روشن است که اینا اعتراف میکنن که بله، اهداف سیاسی دارن. آنها پاکستان در قبال افغانستان، زعمای پاکستان، سیاسیون پاکستان، استخباراتی های پاکستان، نظامیان پاکستان، مداخلاتشان در امور داخلی ما از مدت 40 سال تا به امروز، تا بیشتر از 40 سال جنبه سیاسی داشته. اینا پلان های دراز مدت سیاسی در قبال، البته شوم، البته خائنانه در قبال وطن ما و مردم ما داشتن. من امیدوارم که، بازم تکرار میکنم که، شورای عالی مصالحه ملی به رهبری جناب دکتر سید عبدالله، همین قسمی که مسئولیت داره در قبال روند مذاکرات با طالبا، مسئولیت داره، مسئولیت هم در قبال انمی داره که امروز پاکستان از مدت ها تا به امروز، سالیان متمادی تا به امروز در امور داخلی ما مداخله میکنن. ایرانی ها همچنان به مخالفین سلام میتن. باید شورای عالی مصالحه ملی این مسئله را حل بکنن، این مسئله را به اصطلاح در پلان کاری خود قرار بدن. باید شد چی از طرف جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده و حکومت افغانستان در قسمت لانه هم هراس‌افگنان در پاکستان؟ اولا خب باید دوستان بیرونی ما، دوستان بین‌المللی ما در رأس ایالات متحده آمریکا و همچنان اتحادیه اروپا، بالای کشورهای همسایه آن، کشورهای همسایه ما مثل واضح است که عبارت از پاکستان، ایران است،
فشارهای سیاسی اقتصادی وارد بکنن، حتی اگر ضرور باشه نظامی هم، که اینا دست از امایه از این گروه ها بردارن، دیگه بر از اینا لانه نتن، مراکزشان در خاطرشان اینا بند بکنن، اجازه نتن که از خاک پاکستان و از خاک ایران و ضد افغانستان اینا استفاده بکنن. ممنون که حضور یافتین خواهر برنامه.